با نزدیک شدن فصل سرما بسیار ساکنان تاجیکستان از محدود شدن انتقال نیروی بر و مشکل در تامین گرمی و روشنایی منزلهای خود نگران می شوند. ولی مسئولان شرکت برق تاجیک حالا می گویند که اگر محدودیت یا به اصطلاح لیمیت باز هم راه اندازی شود آن به مهلت خیلی محدود خواهد بود. آنها می گویند فعالیت مرکز گرمی دهی و برق دوشنبه دو مقامات را در این امر دلپر می کند. همه ساله در موسم تیرما معمولا در آخر ماه سپتامبر یا اول ماه اکتبر برای انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان محدودیت یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی می شود. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 18 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که هنوز درباره جاری کردن لیمیت مقامات تصمیم نگرفتند. سال گذشته لیمیت در انتقال نیروی برق در تاجیکستان اول ماه نوامبر راه اندازی و به طور غیر منتظره در ماه ینوار از بین برده شد. جناب یادگاری درباره زمان راه اندازی محدودیت در استفاده نیروی برق در سال جاری گفت: این وابسته با آب و هوا و این متخصص آموخته شدن. فقط من یک چیز گفتم میتونم که امسال محدودیت هم شود بسیار محدودیت محدود می شود. در خبر یک تعبیری است که اگر تابستان چقدر گرم بیاد زمستان هم قدر خنک میاد. برای همین این گپ پیشکی ما چی گفتن نمیتونیم. اینا تخمینم کدر نمیشد. این وابسته به شرایط امکانیت ها و وابسته به حجم جاری شوی آب از مجرای دریا و آبانبار نوره. بعد از لغو محدودیت در انتقال نیروی برق در ماه ینوار سال جاری مقامات اعلام کردند که چنین امر در پی با ظرفیت کل مورد استفاده قرار دادن مرکز گرمی دهی و برقی دوشنبه دو امکان پذیر شده است. هرچند صاحب نظران زود بیکار شدن لیمیت برق را با بیکار ماندن دیگ های شرکت الومینی تالکو در زمستان گذشته در پی یک صدمه فنی در شبکه های برقی کشور مربوط می دانند. زمینن این دیگ ها یا خمدان های تالکو تا حال کاملا برقرار نشدند. مقامات تاجیک دسترسی به استقلال انرژتیکی را یکی از هدف های استراتژی خود می داند و امیدوارند که بعد از مورد استفاده قرار دادن دو چرخه اولی نیروگاه راغون در سال آینده این مشکل از بین می رود. ساختمان نیروگاه راغون برای اقتصاد تاجیکستان تیر ماه سال 2016 شروع شد.